سلام با مجمع خبرین روز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. سرخط خبرها. ولسواله نامنهاد طالبان در شبر بامیان کشته شد. کشته شدن یما سیاوش و دو همکارش در انفجار ماین مغناطیسی در کابل. سیگار میگوید خشونت ها در افغانستان 50% افزایش یافته است. و ثبت 58 مورد جدید کووید 19 در یک شبانه روز گذشته در کشور. مشروحی اخبار. مقام های محلی ولایت بامیان میگویند که ولسوال نامنهاد گروه طالبان برای ولسوالی شیبر این ولایت کشته شده است. دفتر مطبوعات ولایت بامیان با نشر خبرنامه روز شنبه 7 عقرب گفت است که بعد از ظهر روز گذشته امان الله و ولسوال نامنهاد گروه طالبان برای ولسوالی شیبر از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. خبرنامه دفتر مطبوعات ولایت بامیان می افزاید که این ولسوال نامنهاد طالبان در حادثه ماین‌گذاری دره شکاری که منجر به جان باختن نو سرباز قطعه خاص پلیس شده بود نیز دست داشت. در این خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در یک عملیات خاص اپراتیفی افزون بر کشتن این ولسوال نامنهاد گروه طالبان یک تن از فرماندهان قطعه خاص این گروه به نام اسحاق چریک نیز به شدت زخمی شده است. ولایت مرکزی بامیان از جمله ولایت های امن کشور محسوب می شود، اما هر از گاه جنگجویان گروه طالبان در بخش های از این ولایت فعالیت دارند. مقام های امنیتی در شهر کابل می گویند که یک خبرنگار سرشناس پیشین تولونیوز و دو همکارش در اثر انفجار بمب مغناطیسی کشته شدند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله گفته است که این بمب در موتر آقای سیاوش کار گذاشته شده بود و در محله مکرویان منفجر شد. شاهدان عینی می گویند که حوالی ساعت 7:30 هنگامی که یما سیاوش سوار موتر شد و طرف دفتر کارش می رفت، موترش در محله مکرویان کابل انفجار کرد. آقای سیاوش و تازگی کار را در افغانستان بانک به عنوان مشاور و رئیس رابط عامه آغاز کرده بود. در این انفجار یک کارمند بانک مرکزی و راننده آقای سیاوش کشته شدند. هنوز مسئولیت این انفجار را هیچ گروه بر عهده نگرفته است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله گفته که این وزارت این رویداد را بررسی می کند. بر اساس آمارهای رسمی از آغاز سال روان میلادی 6 خبرنگار در رویدادهای هرس افغانانه جان خود را از دست دادند. صدیق الله توحیدی مسئول دفتر حمایت از رسانه های آزاد یا نی از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران اظهار نگرانی کرد. با شهادت یما سیاوش 6 خبرنگار را از دست دادیم و 6 واقعه تروریستی داریم و در کل بیش از 80 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده است. یما سیاوش چند سال مجری برنامه های سیاسی طولونیوز بود، اما اخیرا مسئول بخش مطبوعاتی افغانستان بانک شد. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه خود نوشته است که سطح خشونت ها در افغانستان در 3 ماه گذشته از سال جاری نسبت به 3 ماه سال 2019 میلادی 50% افزایش یافته است. در این گزارش سیگار آمده است که در ماهای جون تا سپتامبر سال جاری میلادی 876 غیر نظامی در افغانستان کشته و 1685 غیر نظامی دیگر نیز زخمی شدند. در گزارش سیگار به نقل از وزارت دفاع آمریکا آمده است که گروه طالبان با افزایش سطح خشونت ها در پی تشویق عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان است تا پس از آن این گروه بتواند شرایط مورد نظر خودشان را در این کشور عملی کند. در این گزارش به نقل از نیروهای آمریکایی در افغانستان آمده است که حملات گروه طالبان در 3 ماه گذشته میلادی افزایش چشمگیری یافته و این ممکن است که توافق صورت گرفته و این کشور با طالبان را تا حد زیاد ضعیف کند. سیگار در این گزارش نوشته است که عامل بیشترین تلفات غیر نظامیان در این 3 ماه گذشته گروه‌های تروریستی ناشناخته است. و خبر اخیرین که وزارت صحت عامه میگوید که در 24 ساعت گذشته 218 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای این وزارت آزمایش شد که نتیجه 58 مورد آن مثبت تشخیص شده است. همچنان بر اساس اطلاعات این وزارت در طی یک شبانه روز گذشته دو بیمار کووید 19 جان باختند که با این حساب شمار مجموع فوتی های ناشی از این بیماری به 1556 تن
افزایش کرده است. آمارهای وزارت صحت عامه می‌رساند که با ثبت موارد جدید کووید 19 شمار کل مبتلایان به این بیماری به 42033 تن رسیده است. در 24 ساعت گذشته 6 بیمار کرونایی نیز بهبود یافته که با این حساب تعداد مجموعی بهبود یافته های کرونا ویروس به 34446 تن افزایش یافته است. تشکر و سپاس این با سرویس خبری امروز که تقدیمتان شد. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار.